تا حالا با ورق طلا کالیگرافی کردی؟ اگه روش های کالیگرافی با ورق طلا رو بلد نیستی، تو این ویدیو تا انتها همراه من باش. سلام، من الهه میرافسل هستم و تو این آموزش میخوام بهت کالیگرافی با ورق طلا رو آموزش بدم. برای قسمت زمینه کالیگرافی میخوام بهتون یکی از روش های طرح پتینه رو آموزش بدم. برای زیر کار من از رنگ تیره استفاده میکنم. رنگ آبی تیره رو با کمی رنگ مشکی به صورت مخلوط روی زمینه بوم با قلموی زمینه میزنیم و میذاریم خشک بشه. برای روی این رنگ تیره از رنگ آبی روشن استفاده میکنیم و یه تیکه ابر. ابر رو تو رنگ میزنیم و زهرش رو میگیریم. بعد روی زمینه تیرمون به صورت ضربه‌ای میزنیم. ولی نباید خیلی ابر رو روی بوم فشار بدیم و باید به صورت پراکنده این کار رو انجام بدیم. من قسمت‌های گوشه کار رو پرتر انجام دادم و به سمت مرکز اونو کمتر کردم. اینکه چجوری طرح پتینه رو روی کارمون انجام بدیم کاملا سلیقه‌ایه. فقط یادتون باشه که کل زمینه کار رو با رنگ روشن پر نکنید، چون دیگه اون حالت پتینه کار رو از دست میده. یادتون باشه همیشه دور کارتون رو هم با همون رنگ زمینه و همون طرحی که روی زمینه بومتون انجام دادید رنگ‌آمیزی کنید. وقتی رنگ‌آمیزی پتینه زمینه کارتون تموم شد، میذارید کارتون خشک بشه و وارد مرحله بعد میشین. اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بود، این لایک رو بزنید تا به هم انرژی بدید. اگه منو تا حالا سابسکرایب نکردی، بهت پیشنهاد میکنم که منو سابسکرایب کنی، چون هر هفته آموزش های رایگان نقاشی و کالیگرافی رو توی کانالم آپلود میکنم. و اگه میخوای این آموزش ها رو از دست ندی، حتما اون زنگوله کنارش رو بزن تا به محض اینکه ویدیوها رو گذاشتم یوتیوب بهت اطلاع بده. برای کالیگرافی روی بوم حتما باید یه طرحی رو در نظر گرفته باشید. من برای این قسمت از شکل دایره های تو در تو که با فاصله از هم قرار گرفتن استفاده میکنم. فقط نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که باید از وسیله‌ای برای پیاده کردن اون طرحتون روی بوم استفاده کنید که بعد از تموم شدن کارتون خط‌ها و مرزهای طرحتون مشخص نباشه. من برای زمینه تیره از پاستل گچی سفید استفاده می‌کنم که وقتی کارم تموم شد با یه تیک ابر روی کار بکشم و کاملاً پاک بشه. وقتی که طرحم رو روی بوم کشیدم، تو مرحله بعد متنی رو که انتخاب کردم با استفاده از قلمو و چسب ورق طلا از داخلی ترین دایره شروع میکنم و کالیگرافی میکنم. اگه چسب ورق طلاتون خیلی غلیظه و بعد از خشک شدنش مجبورید از چند لایه ورق طلا روی کارتون استفاده کنین و این کار باعث میشه که ظرافت و زیبایی کارتون از بین بره، کافیه اونو با آب یا رنگ‌های پای آب مخلوط کنید. و چون چسب ورق طلا بعد از خشک شدن بیرنگ میشه، برای زمینه تیره چسب رو با رنگ‌های روشن میتونید مخلوط کنید. من تو این کار چسب ورق طلام رو با مرکب سفید مخلوط کردم تا هم تو فیلم بتونید ببینید و همین که غلظت چسبم مناسب بشه. فقط یادتون باشه اگه چسب ورق طلا رو با مقدار زیادی مرکب مخلوط کنید، ممکنه چسبندگیش رو از دست بده. پس حتما به مقدار آب یا مرکبی که چسب رو باهاش مخلوط میکنید خیلی توجه کنید تا خیلی زیاد نشه. وقتی غلظت مناسب چسب ورق طلا رو به دست آوردیم، دقیقا مثل روشی که تو آموزش کالیگرافی با قلمو بهتون یاد دادم، ولی این بار با چسب ورق طلا و قلمو کالیگرافی رو انجام میدیم. نکته ای که تو کالیگرافی با ورق طلا باید بهش توجه کنید اینه که خیلی قلموتون رو نباید توی چسب بزنید، یعنی مقدار چسب زیادی رو با قلمو ور ندارید، چون نوشته های کالیگرافیتون ظرافتش رو از دست میده. ولی برای قسمت های کشیدگی حتما باید قلموتون رو دوباره تو چسب بزنید و اون قسمت های کشیدگی رو کالیگرافی کنید. وقتی کالیگرافی متنتون تموم شد، قسمت های خالی رو هم پر کنید و بذارید چسبتون خشک بشه. یعنی دیگه چسب نباید خیس باشه و فقط باید حالت چسبندگی داشته باشه.
بهش حدود 1 الی 2 ساعت زمان بدید خشک بشه کافیه. البته اگه حجم زیادی چسب با قلم روی کارتون نذاشته باشید. تو مرحله بعد ورق طلاها رو خیلی آهسته و آروم روی بوممون میذاریم و بعد با استفاده از یه تیکه ابر نرم و تمیز روش آروم ضربه میزنیم که کامل به چسب ها بچسبه و یکم زمان میدیم که این چسبندگی کامل بشه. بعد با همون ابر آروم روی صفحه میکشیم تا قسمت های اضافه ورق طلا از روی کار بریزه و در آخر که کارمون تموم شد به کارمون اسپری کلیر میزنیم تا اکسید نشه. اگه از این آموزش خوشت اومد حتما اونو لایک کن و برای بقیه دوستای هنرمندت هم بفرست. و اگه سوالی داری تو قسمت کامنت ها ازم بپرس.